امروز راجع به شکل طبیعی لب و مناطقی که به صورت طبیعی برجسته هست در لب صحبت می کنیم تا بدونیم چه مناطقی از لب رو باید تقویت کنیم تا علا رقم بزرگ بودن شکل طبیعی شفظ قسمت اول برجستگی های طبیعی لب لب فوقانی دو تا برجستگی بزرگ در طرفین خط وسط و یک کوچیک در خط وسط قرار داره در حالی که در لب تحتانی دو تا برجستگی نسبتاً بزرگ در طرفین خط وسط وجود داره این پنجتا تا منطقه که به صورت طبیعی برجسته است باید در تزریق تقویت بشه تا علا رقم این اینکه لب بزرگ است شکل طبیعیش حفظ بشه قسمت دوم که میخوایم صحبت کنیم ورمیلیون بردر یا چارچوب یا قاب لب هستش ورمیلیون خطیه که پوست سفید رو از مخاط قرمز لب جدا میکنه و مثل یک چارچوبی لب رو از پوست اطرافش جدا میکنه این ورمیلیون در افراد جوان بر لبها رو از پوست صورت جدا کرده ولی در افراد مسن این برجستگی و یا پروژکشنش از بین رفته و ما باید در تزریق کاملا اون رو برجسته کنیم تا شکل بهتری این لب بگیره قسمت سوم در مورد طرف این لب وقتی از برجستگی های لب در خط وسط به طرف گوشه لب میریم اول مسطح میشه و بعدش کمی داخل میره وقتی پنجتا برجستگی و خط وسط رو ما برجسته تر میکنیم باید مقداری هم در کنار این تزریق کنیم تا همچنان اونها هم شکل طبیعی حفظ کنند. اگر بیش از حد تزریق کنیم شکل غیر طبیعی لب مثل لبهای سوسیسی و یا همون شکلای راشن رو ما میتونیم دیده باشیم که خیلی لب پهن و بزرگ خواهد شد قسمت بعدی ارتفاع لب در لب طبیعی لب فوقانی نسبت ارتفاعش به لب تحتانی یک به یک و شیش ولی این روزها ترن در جوانان به این طرف رفته که لب بالا به پایین همون نسبت یک به یک باشه قسمت بعدی که صحبت کنیم فیلتروم هستش اون قسمتی از پوست رو که بینی رو وصل میکنه به لب در خیلی از موارد دو تا خطی برجسته ای در دو طرف هست اما در بسیاری از آدم ها و در افراد مسنی خطا از بین رفتن و ما باید با تزریق این دو تا خط رو برجسته کنیم تا ظاهر جوانتری داشته باشه و خیلی از موارد این دو تا خط فراموش میشن در نهایت آخرین چیز چروک های لب که چروک های عمودی مثل سموکینگ لاین هست که باید تزریق شه و این چروک از بین بره تا بیس جوانتر و بهترین صورت پیدا کنه و در نهایت تعریف لب طبیعی رو بخوایم بگیم لبیه که پرجستگی هایی که به صورت طبیعی وجود داره برجسته ترشه چارچوب لب کاملا برجسته باشه فیلتروممون خطوطش برجسته باشه و پوست اطراف لب فاقد چروکای ریز باشه